هیئت عزاداری مثلا برپا کردن معارف، جاهایی که حالا نشر معارف باشه و از این موارد. آیا رسانه چیز فراتر از اون توش هست؟ خب یک نکته که هست که رسانه طوری هست که مخاطبینش مثل یک هیئت نیست. درسته بعضی وقتا دست و پای ما بسته میشه که بعضی حرفا رو نمیتونیم بزنیم، اسرارش چی هست ما اونها نباید بیان بکنیم، اینها هست تو رسانه. ولی مخاطبین که عام باشن و مطلب و از طریق رسانه دریافت کنن، به خصوص در این دوره زمان خیلی خیلی بسیار زیادن و ما میتونیم با حتی یک ویدیو یک دقیقه از خودمون معارف اهل بیت رو به دیگران آموزش بدیم. چه بهتر اینکه در یک شکل و قالبی باشه که مورد پسند خیلی قرار بگیره. جواب جون نظر شما؟ حقیقتا خب هیئت خوبه، عزاداریه، اما رسانه کاملا متفاوته با یک هیئتی که حالا اون بیشتر بابت عزاداری بهش نگاه میشه، اما به یک رسانه به عنوان عزاداری نگاه نمیشه، به عنوان یادگیری، به عنوان کسب معرفت. به عنوان یعنی شما هیئت رو هم رسانه میدانید؟ نه اصلا کاملا متفاوتن این دوتا، یعنی هیئت عزاداریه برای امام حسین و حالا ائمه هستش، اما رسانه فراتر، رسانه یه چیزی به نام به این دید بهش نگاه میکنم، به عنوان کسب معرفت، به عنوان یادگیری، به عنوان اینکه مدرسه همه چیز تموم، یعنی چیز جامعه. هیئت یک چیز، حالا نسبت به رسانه یک گوشه ای از چیزهایی که یه رسانه من یه نکته اضافه بکنم، اگه هیئت نبود ممکن نبود که این رسانه های شیعی فعالیت داشته باشن، خودش مقدمه این رسانه. ولی این رسانه فراتر داره عملی، صد درصد یه چیزی فراتره. بعد حالا هیئت قاعدتا علی اشاره کرد بهش که مستمعای بالاخره محدودیه، حالا هر چقدر هم اون هیئت میخواد بزرگ باشه، تهش 1000 نفر نه 15000 نفر، بالاخره یه جایی میرسه که این عدده باید تمام بشه. آره هیئت رو میبندن ظرفیتشون تکمیل، رسانهش محدودیتی نداره. خب این یه حسن خیلی بزرگیه. همین خلاصه به نظرم خیلی رسانه یه چیزی هست که به قول خودم همیشگیه. هیئت محدود، آقا مثلا امشب 1 ساعت 2 ساعت مراسم داریم، این سخنران هست و این هم مدا، و اگر مثلا اون طرف به موقع نرسه شاید اون کسب معارف از طریق سخنران رو از دست بده، یا به قول من اون روزه‌ای که داره پخش میشه رو یا داره به قول من میخونه مدا از دست بده. ولی رسانه چیزی هست که امشب اگه به برنامه نرسید فردا میتونه تکرار اون رو ببینه. یعنی چیز همیشگی هستش که حالا خدا رو شکر با این امکاناتی که اومده و اینترنت و این چیزها، یه چیزی که تو دست مردم انگار و خیلی راحت میشه به اون دست پیدا کرد. و رسانه 100% قوی‌تر و بالاتر در کنار اینکه هیئت جنبه روحانیش بیشتره، اما از نظر من رسانه جنبه یادگیری و کسب اطلاعات و معارفش بیشتر. حالا با توجه به این صحبت‌های شما میشود گفت که جزء لاینفک زندگی امروز ما رسانه است. ضرورت داره که داشته باشیم یک رسانه‌ای رو، حالا تو هر لول کاری هرچه بهتر. طبعا اون بحث آموزش، اون بحث روحانیت، اون بحث ضرورته بیشتر توش در میاد. آیا مردم هم به تنهایی میتونن کار رسانه‌ای انجام بدن؟ خودشون؟ آره. من گفتم که هر کسی با حتی موبایل خودش یک ویدیو یک دقیقه کوتاه‌تر، یک استوری 15 ثانیه توی اینستاگرام، 30 ثانیه تو واتساپ، به راحتی میتونه نشر معارف اهل بیت انجام بده. حتی از خودش هم، نه علی، از اهل بیت دقیقاً، از اشخاص دیگه، اصلا از یک کلیپ هیئتی گذاشتن میشه خودش یک تبلیغ. ما کمکاری میکنیم اگر که حد اقل ها رو انجام ندیم در جفا کردیم به اهل بیت. این داد دل فکر میکنم همه آدم هایی که حالا دنبال این هستند که پیامی و کلامی از حضرات معصومین رو به گوش دوستانشون، هرچند اون رو ندیدن، درست، اون طرف قاره ها به قول معروف هست، ولی دوست داره برسانه. من یه نکته ای رو بگم جنبندی این بحث ها. شما میدانید که رسانه ضرورت دارد، هم شاید نتونن کار رسانه انجام بدن، در حالی که میتوانن هر کدام یک رسانه و یک مبلغ باشند. حالا بعضی ها در مسیر اصلی خودش و فنون خاص خودش، مثل کار توی همین شبکه هاست، بعضی ها هم نه، میتوانن مبلغ و مرد رسانه باشند در یک فضای کوچکتری تحت عنوان گوشی، که امروز هم زندگی های ما درگیر با این
گوشی هاست، الان هم دو سه تا تو سایزهای مختلفش روی میز ما هست، با قاب سبز، با قاب مشکی. پیامای مردم میگونم، پیامای مردم. آره. چند راه ارتباطی. لذا با همین وسیله ها شما میتوانید یک مبلغ باشید، کما اینکه پیغمبر در 1400 سال پیش دستور دادند که شما باید مبلغ قدیر باشید. حالا اون ایام با بحث جار زدن، صدا کردن، هیئت گرفتن، کتیبه کوبیدن و امثال این هاست، امروزه دیگه با بحث تصویر و صوت و آموزشی. البته اونا هم هست آقا سیده، یعنی که الان پرچمای مهدوی در خونه بزنن، در تم آره فاطمیه بزنن، محرم حتما بزنن. حتما اصلا یکی از کارهایی که توی رسانه‌های شخصیمون و یا حالا گروهی انجام میدیم تبلیغ این که آقا فاطمیه رو نجات بدید، قدیر رو احیا کنید، محرم رو گرامی بدارید، با چگونه همین پیرهن مشکی پوشیدن، پرچم زدن و نظائر این کارهایی که حالا به فراخور زمانش توضیح میدید. ولی میخوام این رو بگم، همه این مقدمه رو هم از شما گرفتم از خودم، که آی مردم نگید نمیشه کار کرد. توی هر سبک و سیاق و خدمت شما رزم مقام زندگی که باشید، شما هم میتوانید کار تبلیغی انجام بدید. و درد دل من این خیلی بده، خیلی بده و واقعا فاجعه است که بچه هایی که حتی عرق دینی دارن، مایه فکری مذهبی به تعبیری دارن، با معارف اهل بیت و باورهای خاص رشد پیدا کردن، صفحات مجازیشون رو که نگاه میکنی 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا 100 تا نهایتاً ویو میخوره. ولی یک کاری که دون از ادب، دون از شخصیت انسانیه، یه وقت بالای میلیون دیده میشه. خیلی این بده و درده، باید یه فکری به حالش کرد.